روزی از روزها که مثلش فراوان تاجری راهی سفر می شود. در میان راه به خیمه ای می رسد که زنی تنها در آنجا زندگی می کند. تاجر برای استراحت مهمان آن زن می شود و شب را در آنجا می ماند. نیمه های شب تاجر به سراغ زن می رود. زن به او می گوید من باید اول از شوهرم اجازه بگیرم و اگر اجازه داد با من هم بستر شو. و اما شروع ماجرا. روزی تاجر و سه تن از دوستانش عازم برگزاری مراسم حج شدند و بر اسبان خیش سوار شدند و به راه افتادند. چون بخشی از راه را پیمودند اسب تاجر خسته شد. تاجر به دوستانش گفت اسبم خسته شده و نمیتوانم در باقی راه همراه شما باشم. پس بدون من بروید. دوستان او رفتند. تاجر هم از اسب پیاده شد و اسب را در علفزار رها کرد. چون اسب استراحت کرد بار دیگر زینش کرده سوارش شد و به راه افتاد. رسید به جایی که صحرانشینان خیمه زده بودند. دید در کنار راه خیمه بزرگی برپاست. نزدیک خیمه شد. نگاه کرد و زنی را دید که بر در خیمه نشسته بود. تاجر ایستاد و به آن زن سلام کرد و پرسید مهمان نمی‌خواهی؟ زن پاسخ داد مهمان عزیز خداست. خوش آمدی. تاجر از اسب پیاده شد و زن مرکب او را در علفزار بست و بازگشت. نمدی پهن کرد و کفش و جوراب از پای تاجر بیرون آورد و پای او را شست و آنگاه خوردنی آورد. با هم صرف کردند و تاجر از زن پرسید آیا مردی در خانه هست؟ زن گفت چه کارت به این کار هاست؟ تو مهمانی و به این خیمه وارد شدی. شب که شد زن برای تاجر بستر گسترد و هر دو برای خوابیدن به بستر رفت. نیمه شب تاجر بیدار شد و برخاست و نزد زن رفت. زن به تاجر گفت آخر تو در این خیمه مهمانی، برو و بخواب، از من چه میخوای؟ همین که شوهرم بازگشت از او اجازه میخواهم و اگر اجازه دادند بیا و با من هم بستر شو. تاجر به بستر خود رفت و تا صبح خوابید. صبح بیدار شد و از زن پرسید اسبم کجاست؟ میخواهم سفرم را دنبال کنم. زن گفت صبر کن. اول خوردنی صرف کن و بعد راه بیفت. زن برای تاجر خوردنی آورد و تاجر خوردنی را خورد و ناگهان دید مردی مسلح سوار بر اسب سر رسید و در کنار خیمه پیاده شد. زن اسب او را گرفت و بست. تاجر بسیار ترسیده بود. زن به شوهرش گفت مهمانمان میخواست با من هم بستر شود و من گفتم که شوهرم نیست. همین که آمد از او اجازه میگیرم. شوهر زن چیزی نگفت و خاموش بود. تاجر رو به زن کرد و با استراب گفت اسبم را بیاورید. شوهر زن به تاجر گفت صبر کن، آخر من تازه رسیدم. ما هنوز با هم نان و نمک نخورده ایم. اول چیزی بخور و بعد برو. زن بار دیگر خوردنی آورد. تاجر با صاحب خانه به خوردن نشست و پس از صرف غذا بار دیگر گفت اسبم را بیاور تا بروم. صاحب خانه گفت آخر من و تو فقط با هم عسل و ماس خوردیم. بگذار گله از چرا برگردد. گوسفندی را سر می بریم و کباب می کنیم. امشب را در اینجا به سر می بری و فردا خواهی رفت. تاجر ناچار ماند. گله آمد و گوسفندی را کشتند و کباب کردند و خوردند. چون پاسی از شب گذشت برای تاجر بستر گستردند و صاحب خانه گفت برو با همسر من بخواب. من هم در بستر تو استراحت می کنم. تاجر معذب شد و جواب داد زن تو مثل خواهر من است. صبح روز بعد تاجر بیدار شد و می خواست راهی شود. ولی با صاحب خانه گفت صبر کن. صبحانه می خوریم و بعد برو. ناشتایی صرف کردند و صاحب خانه به زنش گفت برو و برای مهمانمان قطاب بپز و گوشت سرخ کن تا همراه خود ببرد. تاجر که در دل خود سخت بیمناک شده بود با صاحب خانه ها وداع کرد و دید که اسبش زین کرده ایستاده و حاضر است و خورجین ها پر از خوراکی می باشند. تاجر سوار اسب شد و به راه افتاد و به خانه آمد. سالی گذشت. تاجر بسیار ثروتمند بود و چند دکه داشت. روزی در کنار دکه خود ایستاده بود و دید دو نفر دست زنی را گرفتند و می کشند. تاجر زن را شناخت. همان بود که زمانی او را در خیمه خیش ضیافت کرده بود. تاجر پرسید این زن را کجا می برید؟ گفتند شوهر این زن به ما مقروض است و ما زن را در عوض طلب خود گرفته ایم. تا
تاجر گفت مبلغ قرض او چقدر است؟ گفتند 100 سکه. تاجر گفت بیایید این هم 100 سکه. زن را رها کرده و به من بدهیدش. تاجر زن را به خانه برد و به همسر خیش چنین گفت: این زن خواهر من است. لباس تازهش به پوشان و غذایش بده و بگذار در خانه ما زندگی کند. سالی گذشت و سال دیگر هم سپری شد. روزی تاجر دید باز دو مرد دست مردی را گرفتند و میکشند. تاجر آن مرد را شناخت و پرسید کجا میبریدش؟ گفتند به ما مقروض است و ما در عوض طلب خود میبریمش. تاجر گفت چقدر مقروض است؟ گفتند 200 سکه. تاجر 200 سکه را به آن دو داد و مرد را از چنگ آنان نجات داد. او را به خانه برد و به گرمابه‌اش رساند و لباس فاخرش داد. غذا برایش آورد و بعد به دکان خودش برد و گفت این طرف دکان من جنس می فروشم، آن طرف تو بفروش. بعد از مدتی تاجر به او گفت می خواهم دامادت کنم. مرد گفت مختاری، هرچه مصلحت می دانی چنان کن. تاجر گفت خواهری دارم که زن بسیار نیکیست، او را به تو می دهم. این زن و مرد هیچ یک تاجر را نشناختند. تاجر شوهر را نزد همسرش برد. آنها از دیدن هم بسیار خوشحال شدند و یکدیگر را در آغوش گرفتند. شوهر از زن پرسید تو چگونه به اینجا راه یافتی؟ زن گفت 100 سکه به طلبکارها پرداختند و مرا خریدند و از چنگالشان نجات دادند. شوهر گفت برای نجات من هم 200 سکه پرداختند. این زن و شوهر 7 سال در خانه تاجر به سر بردند و روزی شوهر به همسر خود گفت حالا 7 سال است که ما به ارباب خدمت میکنیم. چطور میشود که هنوز به اندازه 300 سکه کار نکرده باشیم؟ تاجر در کویی که در نزدیکی او بود خیمه‌ای برپا کرد و رمه‌ای از اسبان و گله گاو و گوسفند با مقدار زیادی لباس و قالی و قالیچه و ظروف به آنجا برد. روزی شوهر آن زن به تاجر گفت اجازه بدهید که ما برویم. تاجر جواب داد بروید، شما مرخصید. بعد به همسر خود گفت گوشت کباب کند و قطاب بپزد و آن زن و شوهر را بر اسبان سوار کرد. تاجر جلو می رفت و زن و شوهر پشت سر او حرکت می کرد. تاجر آنها را به سر آن کوه برد. زن و شوهر درون خیمه قالی، قالیچه، لباسها و لوازم و اساسیه زندگی را دیدند. تاجر گفت همه اینها مال شماست. 7 سال برای من کار کردید و این مزد کارتان است. تاجر با ایشان وداع کرد و سوار بر اسب شد و رفت. شوهر در دل اندیشید که چطور محبت‌های این مرد را تلافی کند. پس گفت بیا او را بکشیم و از شر حق‌شناسی نجات یابیم. سر اسب را برگرداند و بانگی به تاجر زد که بیست. تاجر بیدرنگ فهمید که مقصود او چیست. ایستاد و شوهر به اون نزدیک شد و گفت تو این همه به من خوبی کردی، حالا چطور تلافی کنم؟ باید تو را بکشن تا از زیر بار حق شناسی خلاص شوم. تاجر از او پرسید مگر تو مرا نمی شناسی؟ آخر من همون کسی هستم که مهمان تو بودم، میخواستم با زن تو هم بستر شوم. او این مطلب را به تو گفت و تو در عوض به من احترام گذاشتی و بیشتر مرحمت کردی. من بازگشتم و با خود شرط کردم که شما دو نفر مثل خواهر و برادر من باشید. من هنوز نصف آن خوبی هایی که تو به من کردی در حق تو به جا نیاوردم. آن دو یکدیگر را در آغوش گرفتند و بوسیدند. زن و مرد در آن خیمه زندگی کردند و تاجر هم به نزد همسرش بازگشت.